ولی منم میخوام ببینم مثلا یه وقت شاید موقعیت بهتر داشته باشم. خیلی بیشوری آدم شوخی کردم. این میخوام گردن نگیرم نمیشه. سلام بچه، حالتون چطوره؟ بالاخره نوبت اذیت کردن منم رسید و من میخوام این دفعه امیر رو سر کار بذارم و اذیتش کنم، باز ببینم چقدر عصبانی میشه، اصلا ببینم چقدر منو دوست داره. بعد اینکه دیگه حمایت کنید، لایک، کامنت، سابسکرایب. بعد خیلی دوستتون دارم، از همتون ممنونم، کامنتاتون رو همه رو میخونم، لایک میکنم، عاشقتونم. بریم ببینیم سرکارش بذاریم ببینیم. چی بگمتش؟ من توی استوری بگیرم. چه کلا بودش؟ من برای همون میگم کلا بودشم که استوری بگیرم. میگیرم باش امیر، میخوام باید چیز سیدی میخوام باید بگیرم. چم این موقع باید ازدواج کنم؟ چیه؟ چی تو سرته؟ تو نمیخوای با من ازدواج کنی؟ فعلا؟ آره به توی باعث میگیرم چی میشه؟ خب من نه همیشه نباید بگم، داره جدی بدیم. چیه؟ دستم یخ کرده. برای چی؟ برای یه چیزی که میخوام بگم خیلی سخته، یه خواسته رو برمیدم. من حالا برای تو میخوام. ناموزم؟ اون چه حالت بده؟ چیزی که من نمیتونم، دلیلی ندارم بگم نه. دارم جدی باید حرف بزنم. خب یعنی چیه؟ میخوایی جواب بله بدی به؟ خب من مثلا به مامانم گفتم که امیر منو دوست داره. خب مامانم گفت خب اگه دوست داره بعد بیاد پاپیش بذاره دیگه. خب بعد الان اومدم همین رو باید صحبت کنم. الان تو چیکار میخواد؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ میخواد مثلا بیاد پاسداری بعد تو بری؟ چیکار؟ الان چه کاری از دست من بره؟ خب تو باید یه حرکتی نشون بدی مامانم بدونه میخوای بیای منو بگیری. جدی؟ خنده داره الان؟ یه چی بدونم بگم؟ اول اینکه عجله نم خب عجله کار شیطونه. دوم اینکه تو اینکه من تو رو دوست دارم و جیگر منی شکی نیست، حرفی نیست، ولی من الان بیام تو رو بگیرم یه حبیبی تو زن گرفته به من نمیاد این زن با بایسی. حالا من مثلا باید 10 سال بایستم تا به تو بیا. حالا هم اومد، ولی از این بابت که گو خورده خواستگار. حالا من الان میخندم که چیز نکنم، گو خورده. خب گو شدی؟ خونش رو بالای میکنم. ولی خب بابا عزیزم، من الان تو فکر کن من بین خانوادم گیر کردم، میگم یه پسر منو میخواد، میگن خب اگه اون پسر تو رو میخواد بیا جلو ما ببینیم تو رو میخواد، ببینیم کسی هست که تو رو میخواد. تو 500 تا خواستگار رو همینجوری رد کردی بره. نمیشه 500 تا خواستگار داشتی؟ بیشتر هم خدا داشت. از اینکه مادر پسرم ببین یه چیزی من حالا بهت بگم عزیزم، شوهر واقعا کم اگه احساس کنه خوبه. خب برو الان این جوابی نه، میگم به خاطر من جوانی تباه نشه. اگه احساس کنی کنار من خوب نیست، من به این موقعیت میدم که یعنی تو اجازه میدی من با یکی دیگه؟ نه تو اگه خود دوست داشته باشی من خودم بیام اونجا التماس تونم بگم آره من با عزیزم، من میگم من تو رو دوست
داره. خب یکی الان پیدا شده که همه شرایطی که فکر میکنه یه دختر آرزوشو داشته باشه داره. خب خب من حالا میگم به خانوادم، گفتم آقا یه پسر منو دوست داره. میگم پسره نباید بیاد ما ببینیم پسر اصلا وجود داره. خب پسر اصلا وجود داره بیاد. خب الان من که همه اون شرایط اونو شاید نداشته باشم، ولی من تو رو دوست دارم. دوست داری؟ خب بریم بهش دیگه، واسه نزد بیاد دیگه. نمیتونم که میگم به چه دلیل بریمم بهش؟ بگو همین بیشتر میگم میرینه به تو. به یارو چی کنم؟ نمیخوانم به خانواده من چی بگم؟ به خانواده بگو گو خورده خواسته داره. نمیگم برای چی مثلا تو کی میخوای خواستم بگو. همین گفته اگه میخوام منو ببینن کلیپامو ببینن برای یوتیوب. آره چرا چرا اگه میام خواستگاری بعد اون رسمی بشیم. خب خب ما الان باید فقط منو بشناسن. خب رسمی هم بشیم یعنی من متعهدم به تو، درسته؟ چرا تعهد منظری فرق داره با تعهد احساسی؟ ببین تعهد منظری اینه که دیگه خرجت با من، خونمون باید با هم باشه، زن و شوهریم. من تو تا 10 سال دیگه نخواهی زن بگیم. من تا 10 سال دیگه نه، خود دیوونم 30 سالمه، باید زن بگیرم برخنم. ولی منم میخوام ببینم مثلا یه وقت شاید موقعیت به ازدازش خیلی بیشوری آدم شوخی کرده باز. منو بگو چقدر صغرا کبرا چیدم بیامه خدا شاهده. بین همه این دخترهایی که باشون دوست بودم با تو فقط موندم این همه طولانی. خب با کدوم دختر من بیشتر از یه ویدیو یا مثلا من یعنی تو با همه دختره که ویدیو زده بودی داستان؟ نه دوست نبودم، یا اون یک دو نفر مثلا حالا شاهد شده بود که من با اینا بودم، ولی من تا حالا کسی هم من رابطه جدی نگیده. خب من تا حالا یه ماه با هیچ دختری نبودم، حتی یه ماه. ولی تو مهمه این قضیه، الان تو به این حرف رو میزنی منو آزرده خاطر میکنه. باید خاطرت آزرده نشه. فیلم رو من ببینم برد. امیر چی میگی؟ من رو باید جدی صحبت نمیگم. الان بله خانواده همو تو مونده، الان من باید چی کار کنم؟ به خانوادت بگو امیر. و حرف که نمیتونم بزنم، اونا میگن حرف داره میزنه پس باید عمل کنه، مردش باشه. آقا ما اصلا هیچ جهتش نمیخوایم، دخترمونو میخواد، دخترمونم میخواد ازش، ولی پاشو بیا. جدی میگی یا داری چرت و پرت میگی؟ الان قیافم شبیه چرت و پرت بود. مثلا سر رفته داری چرت و پرت میگی. خواستگار اومده، مامان تو هم گفته واسه امیر بیاد ببینیم امیر میخواد یا نه. خواستگار اومده، من خب. به مامانم گفتم مامان من امیر رو دوست دارم. خورده خواستگار اومده. خب اصلا هر چی مامانم برگشته گفته خب اگه دوست داره بگو بیاد. آره. نه مامانت هم احساس کرده زرنگه، چون من الان بیام تو رو بگیرم گفتی کردم. گفتم بهش بگو دوستش دارم. خب چه حرفی زدی؟ نه میگم آخه بیافتم گردن. نه مثلا منم میافتم گردن، من شاید من هیچی ندارم، یوتیوب هم چه پول زیاد نمیده، درآمدم معمولیه. بعد شرایط عقلی کامل ندارم، نه دارم ها متوفتن سب کن. ولی خب مامان تو بند خدا فکر کرده که خب مامان دختر داره نگرانه، میگه این اینو رد نکنم بره امیرم نیاد همینجوری. خب دختر نگه داره این نگرانه، رد نکنه. خب نگه مگه تو منو دوست داری؟ تو اگه بله ندی که اتفاق نمیفته. اونو صد تا خواستی دارم بسور بیارم اون آبو برای من بیارم. من اومدیم و خوتیه رو بیار زمینم. مامان بگو من میگم مادرم من. خب بیار بده من آبا. بگم مادر من چی بود؟ حالم بده. خب میگم فشارم چی آمده تو خالی بود؟ آره. خب خب خالی که همچین نیست. یه ذره الان من حالم بده تو دارم بخوریم. تو که بله ندی اتفاقی نمیفته. میگم نه نمیفته. آقا من باید یک توجیه داشته باشم برای خیر گفتن. برو بگو امیر میخواد بگیره. خب میگم امیر بیاد بگیره. نه بگو بذار چند وقتی میاد میگه. خب اومد و گفت تو چند وقتی پشیمون شدی؟ من الان منتظرم میام بگیرم. نه بعد بیا بگیری. سیب زمینی پیازه من یه بعد اول یه رفت و آمدی کنی. سیب زمینی پیازه چیه؟ بعد یه مدت بریم بیان بعد من از تو مطمئنم. خب تو هم من مطمئنی با همین. خب من دارم اگه مطمئن نبودم که اینم ویدیو بود نمیدادم دیگه. خودت هم دیگه قبول کن. بعد اینم هم کامنتو گفتم به هم میاد تو به امیر میاد پریسا به تو میاد خدایش هم قبول داری؟ به هم میاد مشکل نه.
میگم به خاطر من فردا نگی امیر من یکی بود بهتر بود نرفت. من میگم اگه احساست برای نکرد با من خوشبخت نمیشی، من به زور نگم نمیدارم، ولی میگم سب کن یعنی بارم رد کن. ببین مامان من دارم میگم مامان من در جریان تو هست ولی بابام نیست و پدر منم اون طرف خواستگار خیلی دوست داره از فامولای خودشه و اصلا هی داره با من صحبت میکنه که این پسر فلانیه، این اینجوریه، این اونجوریه. بعد من این همه بابام داره میشینه به من میگه، بعد من بیام بگم که نه دلم نمیخواد، عقلم شکل میکنه. بابام که نمیتونم بگم امیر نامی هست، مامانم در جریانه. یه توجیه خوبه باید برای بابام داشته باشم. بابام باید یه بار تو رو ببینه. خب فردا اون که کنم ببینیش به خدا؟ بابام اینجوری خفه نمی کنه که بگو بیرون هم دیگه ببینیم اول مگه چیه؟ میخوای خواسته گاریم خونه میخوایی بریم اول هم دیگه ببینیم بیرون ببینیم هم دیگه اصلا شب قیافه من حال نکنه. مگه بابا میخواد با تو زندگی کنه؟ آخه خواسته گاری من بخوام بیام خواسته گاری دیگه شروع همه چیه. خب قبلش بیرون هم دیگه رو ببینیم، بعدش مثلا حالا یه رستوران جایی مامانت بابات هم اوکی که دادم میگم حالا من با خانواده میرسم، بعد تازه میرم مامانم تو آدم اینو قبول میکنه من دیگه شروع میکنم میام میگیرم بعدی فکرمان فردا زنگ بزن بیریم اونجا بگیریم واقعا میرم بیام بگیریم من تاره نکسی زنگ بزن بگیریم ولی زنگ بزن بهش بگو بیام مامان تا بابا تا بابا ببینم باشه واقعا میرم خیالم رفت پس به بابام بگم گو خورده خواستگاره رو حالا رو میخندم بیاد چون بسر شماره شو بده؟ من که شماره شو باش حرف ندادم. اسم شماره شو نداری؟ اسمشو میدونم. اون خورده چند بار اومده؟ از مثلا من از خیلی کوچیک بودم اینا همینجور میگفتن. الان هم پسر خیلی بعدش خوبه. اون خورده ببین نگیم ما کلیپ میسازیم دلقی با زمین یعنی پاش بیفته به قرآن تیکه بارش میکنم کسی باشه تو هم الکی این چیزا رو هم نگو چون من یو عصبانی میشم برای اینکه من خب شرطم خیلی سخته نه دیگه نگو عصبانی میشم الان خندیده تموم شد خدافز برو بزن ما فیلممون رو بیم اون ور طرف بشیم که مورد حمله و حسابت من قرار نگیم پس یادم راحت یادم راحت دست رفاقت من بدم رفاقت داری دست رفاقت داری من میدم نه دست ازدواج این میخوام گردن نگیرم نمیشه حالا یه چیز باید بگم یه ریز سمت مرد رو میگرم خوب ببین ما داشت ناموسن همه رو فیلم گرفت چه مستند داشته باشم امیر میکتوم من نگفتم من چیزی رو تایید کردم من مطمئن نشدم بیارم تایید گفتم آره انجام میدم دیگه سخت شده اگه کجا اشتباهی کنه ببخشید دوستان عشق منید من دراز کشیدم چون این پام پیچ خورده یه هفته از درد میکنه بعد کوچکترین اشتباهی که نمیکنه کوچکترین اشتباهی بکنه خطای ازش سر بزنه میذارمش کنار ولی میدونم دختر ماهی خوبه همین مثل اگر کوچکترین اشتباه بالاخره تو هزار تا رفاقت ها جدا شدن از کات شدن است من نهایت تلاشم رو میکنم واسه این رابطه اگه کوچکترین اشتباهی بکنه تعارف باش ندارم ولی کوچکترین ایرادی هم نداره پریسا واقعا من دوست داشتم منم دوست دارم بابا باری کرد برو قطع کنم بگو یه لایک کن دوستان عزیز کانال پریسا رو به خاطر من قلبا من اسکوی مون رو من بلند شم ما پیچ خورده کجا هم بودشه گفتم نه سابسکرایب کنید زنگوله رو بزنید که کامنت انگلیسی هم براش بذارید که سابسکرایبتون نپره و عاشقتونم میگیرمش به کامنتاتون هم خیلی دقت کردم که میگید برم میاد نرسی ازتون دوستتون داریم همتون گم همه تون رو دوست داریم تاجیک ها فارسی زبان ها افغان ها افغانستانی ها ترک ها بلوچ ها کرد ها لورا جنوبی ها عرب ها همه رو دوست داریم آمریکایی ها اسپانیایی ها انگلیسی ها خیلی دوست مخصوصا ژاپنی ها ژاپنی ها رو من خیلی اونا هم کامنت های خیلی خوبی بودن ولی من واقعا عاشقتونم ببخشید الان کانال فریسا یه مدت کم فعالیته چون تمام کلیپ ها الان تو کانال منه بعد در آینده نه چندان دور این کانال فعالیتش
خیلی زیاد میشه و مخصوص اذیت کردن من خواهد بود مثلا، درسته؟ حالا الان ندیدم سری عمرن مراقب خودتون باشی.